مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه ایالتی لس‌آنجلس برنامه‌های خاصی را با شرکت دانشمندان و سخنرانان ایرانی برگزار می‌کند. از این رو در جلسه‌ای که روز یکشنبه گذشته در دانشگاه UCLA برگزار شد، آقای دکتر عباس میلانی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی، درباره تجدد و تجددگرایی در ایران سخنرانی و جلسه بحث و گفتگو داشتند. می‌بینید که تفکر غالب در ایران در مورد اینکه تجدد کی به ایران آمد این است که تجدد در قرن 19 به ایران میاد و با آمدن استعمار به ایران میاد و اغلب هم مدعیان که این تجدد به مقاصد استعماری آلوده بود. به همین خاطر در 100 سال اخیر تجدد خواهان ایران همواره ناچار بودن در این حال ثابت بکنن که نوکر انگلیس، آمریکا، شوروی، اسرائیل یا هر جای دیگه نیستن. باید ثابت میکردن که اگر میگن زن باید هر جوری دلش میخواد لباس بپوشه، حتما این به خاطر این نیست که در آمریکا هم حجاب زن میاد بیرون. زن مستقل ایرانی هم حق داره از این حق دفاع بکنه، میتونه خودش به این نتیجه رسه. سید فخرالدین شادمان وقتی که جلال آل احمد تازه واقعا از لباس از عالم طلبگی داشت در می آمد، در کتاب تسخیر تمدن فرنگ مفهوم فوکولی رو مطرح میکنه و دقیقا فوکولی کسی است که شامل حال خود آل احمد هم میشه. آل احمد هم فوکولیه، برای اینکه شادمان میگفت دو جور فوکولی داریم، فوکولی غیر مذهبی و یه فوکولی آخوند بچه که هر دو یه بچه مشخص دارن. ایران رو نمیشناسن، غرب رو هم نمیشناسن، فارسی بلد نیستن، انگلیسی هم یاد نگرفتن. در هر دو زمینه هم خودرو هستن و در هر دو زمینه هم ادعا میکنن که دنیا رو میشناسن و از هر سوالی هم ازشون بکنی به زبان الکن خودشون جواب میدن. شما اگر به تاریخ تفکر شیعی نگاه بکنید، از زمان انقلاب مشروطه دو خط موازی میبینید. یک خطی که از شیخ فضل الله نوری شروع میشه، بعد به آیت الله خامنه ای و پیش از او به آیت الله خمینی ختم میشه و اینا کسانی هستن که با تجدد انحراف دارن، کسانی هستن که معتقدن تنها راه نجات ایران بازگشت به یک نوع مذهبیت. در مقابل خط دیگری است که از نایمی شروع میشه و ادامهش در اینجا کسانی هستن مثل باقی، کسانی هستن مثل سروش که به این نتیجه رسیدن که اسلام اگر قرار دوام پیدا بکنه باید از اساس تجدید نظر بکنه. رضا شاه آشکارا میدونست که اگر در ایران قرار تجددی باشه باید بر اساس کنترل مذهب باشه. محمد رضا شاه از روزی که سر کار آمد به این نتیجه رسید که پدرش در معاندت با مذهب افراد کرده و باید در آشتی با مذهب رو باز بکنه. گلشیری تا آخر عمرش هم انگلیسی که بتونه جویس بخونه بلد نبود. جویسیری خودش میگه که من از بیحقی، من از تذکرت الاولیا، من از بهارالانباری نگرفتم. شما چرا به حرف خودش اعتماد نمی کنید؟ اگر روند به سوی مدرنیته، پس مذهب چی؟ مذهب فقط هم در ایران نیست، در تمام جهان. آمریکا مسئله شون با بنیادگرای مذهبی خیلی بیشتر از ایرانه. در تمام دنیا ما با موج اسرائیل هست، هندوستان هست، سیک بنیادگرا پیدا شده، بودیست بنیادگرا پیدا شده. ما دیگه ببینید خیلی خیلی خرابه دیگه.